مگی چطورید اودا پایان آرک اگهد رو داره با یک بنگ تموم میکنه سینگ ساترن که در برابره لوفی به زانو در اومده آخرین فرم خودش رو پیدا کرده که اصلا شباهتی با آدم نداره هیزارو تمام امیدهای ما رو به خودش نابود کرد و لوفی با نشون دادن هشم خودش تو گیر پنج قرار داغونش کنه و از همه مهمتر دکتر وگا پانک میخواد واقعیت جهان رو به تمام مردم جهان وامپیس بگه چپتر 1108 با کاوری از جمع دخترهای وامپیس شروع میشه در حالی که نیروی دریایی تو جنگ شدید با جاینت ها و پسیفیست ها ون آگور و کاتارینا مقابل کاریبو قرار گرفتن ون در حالی که کاریبو رو به کاتارینا معرفی میکنه فنگش رو به طرف کاریبو نشونه رفته چون با اینکه کاریبو دوز دریایی با 210 میلیون باونتیه ولی بودنش تو جزیره ای که دولت جهانی اداره میکرده و الان باهاشون روبرو شده و میخواد عضوی از دزدان دریایی ریشسیا بشه خیلی مشکوک به نظر میاد برای اینکه ون فکر میکنه که کاریبو جاسوس دو طرفه یا همون دابل ایجنت و حتی ممکنه ایجنت سایفر پول هم باشه ون با آماده شلیک شدن اشاره میکنه که کاریبو ممکنه دنبال کشتن ریش سیا باشه اما کاریبو با ترس و وحشت ازش میخواد که بهش اعتماد کنه و اگه اینجا بکشتش ریش سیا میاد خود ون و کاتارینا رو میکشه ون دلیل این حرفاشو متوجه نمیشه ولی کاریبو میگه که اطلاعات خیلی مهمی داره که خیلی سخت میشه پیداش کرد بله بچه ها همونطوری که پیش کرده بودیم این این حیف میخواد اطلاعاتی که با فالگوش وایسادن از سلاحهای باستانی به دست آورده رو به نیشسیا بده مثل قدرت پسایدن پرنسس شیراهوشی تو جزیره فیشمن یا پلوتون که زیر وانو خوابیده هیچ کسی تو جهان غیر از خودش و کلاهسیریا از این موضوع خبر نداره پس نیشسیا میتونه با استفاده از این فرصت راحتتر به اهدافش برسه کاریبو بهشون میگه که اگه ببرنش پیش ریشسیا به صورت رایگان همه چی رو بهشون میگه و اونطوری ریشسیا خوشحال میشه با اینکه ون و کاتارینا یاد راضی نشدن ولی مشخصه که قبول کردن که ببرنش پیش فرماندهشون اما به احتمال خیلی زیاد درست مثل کلاهسیر یا کاریبو رو تو بشکه میندازن تا مثل شن نشه و به جاهایی که نباید بره سرک نکشه میریم به ساحلی که پس ویستاها چپ و راست دارن کشتی ها رو غرق میکنن و, و نیروی دریایی میخواد با بیشتر کردن فاصله کشتی هاشون با ساحل جلوی پس ویستا رو بگیره پس با سپر حبابی که کپی شده از قدرت کوماه جلوی توپ ها رو میگیرن و سربازها با این قابلیت باورشون نمیشه که قوی ترین و پیشرفته ترین تکنولوژی رو تو این وضعیت بد میبینن و علیه خودشون داره استفاده میشه در حالی که پس ها به منفجر کردن نیروی دریایی ادامه میدن معاون دریا سالار بلوگراس وضعیتشون رو ناامید کننده میدونه چون با ادامه جنگ فقط دارن تلفات میدن معاون دریا سالار هاوند که با عینکش آدم منطقی تری به نظر میاد میگه که میدونه بی است به ولی بهتره که باستر کال رو متوقف کنن اما معاون دریا سالار گیوتین مخالفت میکنه چون میتونن با حمله به بانی که وگاپانک بالاترین رده کنترل پس رو بهش داده اختیار جنگ و دستشون بگیرن معاون دریا سالار دوبرمن که یکی از کسایی بود که تو باسترکال انیس لابی شرکت داشت که باسترکالی کاملا موفق و نابودگر بود اما الان مثل چی تو گلگیر کرده و تنها راه نجاتشون از این وضعیت رو کشتن بانی میدونه و از همه نیروهای دریایی میخواد که برن جایی که بانی هستش با بررسیهایی که انجام دادن فهمیدن که بانی برای فرار از مرکز جزیره داره به سمت ساحل شمال شرقی میره که تو همین لحظه معاون دریا سالار توسا میگه که با سرعت داره دنبالشون میکنه و با انگشتاش بانی رو به جهنم میبره و با قدرت تفنگ انگشتی دهلولش میخواد کارشون رو تموم کنه که میبینیم با دستی که با حاکی مستحکم شده به بانی که سوار فرانکی در حال پروازه حمله میکنه و در حالی که یک ذره مونده بود که به بانی این حملش برخورد کنه بروگی با تبر بزرگش تو زمین لهش میکنه بانی که فکر میکنه تا دشمنشان از ترس داد میزنه فرانکی هم مثل بانی میترسه که باید با جاینت ها هم برای فرار بجنگن اما بروگی با خنده همیشگیش ازشون میپرسه که کی هستن برای اینکه اونا همیشه عکس های باونتی های ها رو بررسی میکنن تا عضوای جدیدشون رو بشناسن ولی اونایی که میبینن و نمیشناسن و دوری هم میگه که اومدن دنبال کلاه ها تا اونا رو با خودشون به الباف ببرن بچا دلیل اینکه بوروگی بروگی و حتی با دیدن باونتی های کلاه ها فرانکی رو نمیشناسه برای اینه که به جای عکس فرانکی تو باونتیش سانی قرار گرفته شده نه شکل واقعی خودش حالا فرانکی که هنوز نمیدونه اونا کیان فکر میکنه که برای انتقام گرفتن از لوفی اومدن دنبالشون ولی دوریو بروگی جواب میدن که اینطوری نیست به عنوان جنگجویان الباف سپاسگزار لوفی و بگ فرانکی و بقیه دوستای لوفیان ازشون محافظت میکنن بانی که به شدت نگران لوفی و سانجی و وگا با شنیدن این حرفا سری ازشون میخواد که بهشون کمک کنه که بروگی با خنده بزرگ میگه که این اسمایی که الان بانی گفت اونو یاد قدیم میندازن و میگه که حتما کمکشون میکنم خانم کوچولو بچا این رفتاری که با بانی داره ما رو یاد 100 سال پیش بروگی میندازه که دختری به نام یوکی ازش پرسید که قوی ترین هیولا چیه که همین باعث شد که با دوری به جنگ بیفته و اگه توجه کنید جاینت ها در همه حالت در حال خندیدنن درست مثل کاری که خداشون نیکا انجام میده و تو گیر پنج لوفی هم میتونیم همیشه ببینیمش دوری میگه که وگاپانک همونیه که اون پژوهشگره در موردش بهشون گفته منظور دوری از محقق و پژوهشگر به احتمال زیاد همون ساول هستش درسته که ساول از اول محقق نبوده اما زیاد کتاب خوندنش اونو پژوهشگر کرده اینجا دوری و بروگی با سپردن بانی و بقیه به جنگجوهاشون از داخل آتیش میرن تا به لوفی کمک کنن فرانکی با دیدن رفیقهای جاینت یاد حرفای اوساپ میفته که همیشه در مورد الگوهای زندگیش و استادهاش که جاینتها باشن حرف میزد از اینجا دوباره میریم به معاونین دریا سالار معاون دریا سالار اوربن اعلام میکنه که خط ارتباطیشون قطع شده معاون دریا سالار پامسکی مطمئن نیست که بانی حمله توسا رو خونسا کرده یا جاینت ها برای همین خودش میخواد به داخل جزیره بره بلوگرس از معاون دریا سالار دال میخواد که سوار اسب آبی رباتیش بشه یادآوری کنم که قدرت میوه بلوگرس بهش اجازه میده که بدون توجه به ردبندی کنترل بتونه هر رباتی رو با سوار شدن بهش کنترل کنه دال میگه که کشتی که به ساحل شمال شرقی اومده مطمئنا از البافه بلوگ راست میگه که شانس خوبی تو این جنگ ندارن و جاینت ها جوک نیستن و خیلی قوی ان از دال میپرسه که تا حالا با جاینت ها جنگیده یا نه دال اشاره میکنه که 20 سال پیش فرمانده یگانش جاینت بود که منظورش ساول هستش برو با به یاد آوردن ساول یادش میاد که ساول شخصیت قوی و مصممی داشته اینجا جاینت ها رو میبینیم که با فرانکی و بقیه گرم گرفتن و ازشون در مورد اعضای دیگه کلاه میپرسن که تو طبقه لبا هستن اگه به قیافه اطلس اینجا دقت کنیم انگار از دیدن جاینت ها که موجودات بزرگتر از خودشان شگفت زده شده اینجا آخر میرسیم به میدان جنگ لوفی و ساترن در حالی که ساترن داره نزدیک میشه دکتر وگاپانک از سانجی و لوفی میخواد که تکونش ندن مگر نه خونریزی داخلی میکنه لوفی میگه پس چطوری نجاتش بدن اینطوری که اینجا آخر ساترن با فرم جدیدش ظاهر میشه و سانجی بدون ترس جلوش میمونه لوفی به وگاپانک میگه که قول داده بود که با هم از جزیره میرن وگاپانک اشاره میکنه که درست می ولی این تصمیمی هستش که گرفته و چیزایی هستش که باید ازشون محافظت کنه دکتر با خونریزی شدید ادامه میده که قرار بود قدرت کنترل رو وقتی بانی بزرگتر شد بهش بده اما الان دولت جهانی تا آخر عمرش دنبال کشتن بانی میفته و از لوفی میخواد که ازش محافظت کنه بچه ها این تا حد خیلی زیادی تایید میکنه که بانی قرار عضو کلا حسیریا بشه و باهاشون هم سفر بشه که خبر خیلی خوبیه حالا سانجی با دیدن فرم جدید ساترن میگه که این گروسهای دیگه نمیخواد حتی وانمود کنه که آدم و فرم جدیدی که پیدا کرده علاوه بر اینکه کاملا شبیه حیولا شده پاهاشم کامل کاملا زهر پوشیده شدن به احتمال زیاد این حالت فول بیست میوه شیطانی سترن و حرفای سانجی در موردش خیلی جالبه چون این گروسه که دارن روی مردم حکومت میکنن و وانمود میکنن که آدمن و خوبی آدم های زیر سلطه خودشونو میخوان اما با اینکه در اصل آدمن از نظر ذهنی اونقدر خودشونو از آدمها جدا میدونن که میشه شیطان صداشون زد برای همین هر کدوم از گروسهی شبیه شیطانی از افسانه های ژاپونه که ساترن نماد اوشیونیه چیز عجیبی که تو این حالت ساترن میبینیم اینه که هیچ حرفی نمیزنه و دیالوگی نداره و واکنش خاصی هم نشون نمیده به نظر میاد که اودا این کارو کرده تا آدمیت رو با از بین بردن قدرت حرف زدنش و ارتباط برقرار کردن ازش بگیره اگه به چشمش توجه کنیم کاملا بازه انگار یک هیولا از اینکه جنگ به ببره نامید شده و داره برای جون سالم به در بردن با غریزش رفتار میکنه تا زنده ببونه برای همین اینجا با پاهای سمی شروع به حمله پشت سر هم به لوفی میکنه و لوفی به همه جا خالی میده لوفی به سانجی میگه که حتی اگه وگاپانک آهناله کنه برش داره و با خودش ببرتش دکتر وگاپانک دست و پا میزنه و از سانجی میخواد که ولش کنه اما سانجی بهش میگه که ساکت شو و به راهش ادامه میده اما ناگهان کیزارو پیداش میشه و سانجی رو نقشه بر زمین میکنه و با شمشیر نورش شکم وگاپانکو سوراخ میکنه خیلی همون امید داشتیم که این کیزارو به راه بیاد و به کلاه ها کمک کنه ولی با این کارش دیگه چنین اتفاقی نخواهد افتاد لوفی که با دیدن این صحنه شوکه میشه از سانجی میخواد که دکتر رو با خودش به ورودی ببره که میبینیم سانجی داره از وگاپانک معذرت میخواد بچا تعریف کردن ما از سانجی تو چپتر قبل همش تو این چپتر به باد هوا رفت وضعیت سانجی تبدیل به یک حالت بالا و پایین شده یه چپتر مثل قهرمانه و تو چپتر بعدی کیزارو لگدش میزنه ولی لوفی جورش رو میکشه و میبینیم که یه نفری با گیر پنج هم جلوی یه گروسه ای که تو قدرتمندترین حالت میوهش قرار داره مونده و هم یک دریا سالار رو با دستش گرفته و اگه به صورت لوفی توجه کنیم میبینیم که گیر پنج همش خنده نیست و لوفی به شدت خشمگینه و بهشون میگه که به هیچ وجه اجازه نمیده که فرار کنن بچه و اودو با قرار دادن چشم سترن در کنار چشم لوفی نشون داده که به شدت شبیه هم دیگرن. که به نظرم چشمای لوفی با اون خندش حتی از چشمای ساترن هم ترسناکترن که مشخص میکنه که خدای خورشید نیکا شخصیت انتقامجو و خشمگین هم داره و تا یادم نرفته بگم که لوفی بعد از جنگی که با ماجلان داشته تا حد زیادی در برابر سم مقاوم شده یعنی اگه سم وارد بدنش بشه نمیکشتش ولی چند روزی لوفی رو میخوابونه در حالی که لوفی جاینت شده و داره میجنگه سانجی از وگاپانک خواهش میکنه که نمیره اما دو دکتر داره میخنده و صدای بیبی بی به دستگاه مشخص کننده ای زربان قلبش میاد و خطش صاف میشه بله بچه دکتر وگاپانک از دنیا رفت اما با مردنش برنامه ای فعال میشه که ویدیوی ضبط شده شو با مردنش به تمام مردم جهان میفرسته دکتر این ویدیو رو با چک کردن میکروفونش شروع میکنه و میگه توجه مردم جهان درود بهتون من دکتر وگا بزرگترین و نابغه ترین دانشمند جهان من مطمئنم که این پیام همتون رو که میکنه ولی خواهش میکنم که منو تحمل کنید چیزی که میخوام بهتون بگم در مورد واقعیت جهانمونه بچه ها این منو یاد آخرین حرفای ریش سفید میندازه که قبل مردنش واقعیت وجود وامپیس رو گفت و جهان رو تکون داد چیزی که من فکر میکنم این پیام قراره باشه مربوط به قرن وید و پادشاهی باستانی هستش دولت جهانی و گروسی نمیخوان که هیچکس در مورد این موضوعات بدونه و بارها افراد مختلف مثل کلاور رو کشتن و جزیره های زیادی رو مثل اوهارا نابود کردن تا این خبر پخش نشه این موضوع یعنی شروع جنگ جهانی در وامپیس به احتمال زیاد تعداد زیادی از سربازهای نیروی دریایی و معاونین دریا سالارها هم بر ضد دولت جهانی شورش خواهند کرد و گروسه ای تلاش میکنند با کشتن همه او از بین بردن تمام اطلاعات دومی قرن خالی و وید رو درست کنن اگه وگاپانک واقعا واقعیت قرن وید رو بگه رابین هم تا حدی خوابش به واقعیت تبدیل میشه ولی خب خیلیا میگن که ممکن کنه دکتر وگا پانک در مورد این موضوعات حرف نزنه چون ارزش خوابی که رابین در مورد پیدا کردن واقعیت های جهان دیده بود رو از بین میبره به هر حال اودا ممکنه به ما حتی در مورد جوی بوی هم تو چپتر بعدی بگه که من واقعا براش هیجان زدم و هایپ خیلی بالا رفته روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش دوستتون دارم و شما رو توی ویدیو بعدی خواهم دیدایی رو گنگ بدرود